پیشتر در گفتگوی با فرزین ندیمی کارشناس دفاعی از واشنگتن درباره ارزیابی کارشناسی از این اقدام نظامی سپاه در سوریه پرسیدم نشون دهنده تمایل این نیرو برای اعمال قدرت در منطقه و نشون دهنده آمادگیش برای اعمال قدرت در منطقه هست و همینطور تقویت بازدارندگی و قدرت تهاجمی و به نوعی هم نوعی هشدار به کشورهای منطقه و نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه هستش که این اقدام یک فرصتی هست برای جمهوری اسلامی که سلاحهای جدیدش رو مورد آزمایش قرار بده در, در موقعیت عملیاتی چقدر از نظر تخریب و از نظر هدفگیری دقیق بوده؟ چقدر موثر بوده؟ والا ما هنوز جزئیاتی در مورد این اقدام اخیر رو در اختیار نداریم که بتونیم قضاوت بکنیم که تا چه حد عملیات با دقت انجام شده ولی با توجه به مورد پیشینی که در سال 96 اتفاق افتاد و هدفهایی متعلق به داعش در منطقه میادین مورد حمله موشک قرار گرفت میتونیم بگیم که دقت از اون چیزی که مورد نظر بوده و از اون چیزی که ادامه میشده کمتر بوده و بیشتر موشک‌ها به هدف مورد نظر اصابت نکردن و موشک‌هایی هم که اصابت کردن با, با یه فاصله‌ای زمین خوردن البته مورد خاص این بود که از هواپیماهای بدون سرنشین هم استفاده کردن همون هواپیماهایی که ده ده چند وقت پیش روی اسرائیل یه دو رو سرنگون کردن اگه بخوایم مقایسه ای داشته باشیم بین حملات سال گذشته سپاه بعد از حمله تروریستی به مجلس فکر میکنین که ارزیابیتون چی باشه به چه صورت بوده از دید فنی ریلایبیلیتی عنوان میشه از نظر کیفیت فنی سیستم ها هنوز به نظر میاد مشکلاتی وجود داره چون طبق گزارش رسیده بین یک تا دو موشک بعد از بعد از پرتاب در هوا منفجر شدن و در اطراف کرموشا به زمین خوردن حالا مسئله خطر وجود پایگاه موشکی در کنار مرکز جمعیتی و کنار بذاریم این نشون میده که این موشک ها هنوز تا حدی که به قابلیت اطمینان فنی کامل برسن فاصله دارن